یو اسکوت چطوری بچه‌ها؟ بردی ال پی هستم. خوش اومدید به پورت 15ام بازی استریم لایف. دمتون گرم. از پورت‌های قبلیش استقبال فوق‌العاده‌ای کردیم، به خاطر همین پورت 15امش هم گیم پلی می‌ذاریم. بچه‌ها یادتون نره که ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش رو بزنید که محض اینکه من ویدیو جدید می‌ذارم شما باخبر بشید، بیاید ویدیو رو ببینید و کلی حال کنیم با هم دیگه. لینک پیج اینستاگرام و کانال تلگرام هم توی دیسکریپشن زیر همین پست براتون نوشتم، حتما توی اون دو تا هم جوین بشید. تو اینستاگرام یه ویدیوهایی رو میخوام منتشر کنم که تو یوتیوب نمیذارمشون. تو تلگرام هم دارم لینک دانلود بازیایی رو میذارم که شما خیلی دوست داشتین. بدون معطلی بریم سراغ پورت 15. خب طبق معمول این بازی هم از همون یخچال شروع میکنیم که اول به گرسنگی و تغذیه‌مون رسیدگی کامل بکنیم، بعد سر حال بریم سر کار. اگه یادتونه که شعار بازی اینترنت کافه چی بود توی کامنت ها برام بنویسید. همین الان 8265 هم کامنت کنید دیگه، میخوام ببینم کد اسکواد رو چند نفر بلدن. یه دونه غذا خوردم ولی مثل این که کافی نبوده، یه دونه دیگه هم باید بخورم که فول انرژی بشم. اینجوری به درد نمیخوره، اصلا ما اینجوری کار نمیکنیم. سیر بازم سیر نشد بابا لعنتی. تو چقدر گشنه ای آخه؟ مگه خوبه صبح تا شب من دارم برای تو غذا میخرم؟ حالا برنامه که برای این پارت دارم اینه که برعکس تمام پارتایی که گذاشتم و همیشه از تو خونه شروع کردیم رفتیم بیرون، تو این پارت از بیرون شروع کنیم بیایم تو خونه. الان بهتون میگم چجوری. یه دوش و دستشویی برم ردیف بشم قشنگ که بتونم مفصل بهتون توضیح بدم چه اتفاقی قراره بیفته. خب برای شروع کاری که میخوام انجام بدم تو این پارت، دو تا ماینه رو اول برمیدارم میذارم تو جیبم، بعد میرم سوار ماشین میشم تا بهتون بگم چه اتفاقی قراره بیفته. میخوام یه چیزی رو تست کنم ببینم میشه همچین کاری کرد تو این بازی یا نه، ولی تا قبل از اینکه به ماشین برسم نمیتونم هیچ توضیحی بهتون بدم. میخوام با ماشین جدیدم بریم یه رانندگی مشتی بکنیم، حال کنیم قشنگون. تو بنزین ماشین امیدوارم اوکی باشه که تقریبا هست، نصفم بیشتر بنزین داریم فعلا. تو نقشه بازی جایی هست که اصلا هیچ علامتی نداره، فعلا دستیو من بکشم پایین، یعنی باید تقریبا بلد باشید که کجا میتونید برید. حالا من میرم سمتش بهتون نشون میدم چه اتفاقی ممکنه که اونجا بیفته. البته فعلا میخوام تستش کنم، هنوز نمیدونم که میشه یا نه، ولی میریم ببینیم چی میشه دیگه. به به چه رایدی داره این ماشین. البته اینم یه ذره اینم ماشین قبلی هنوز لیزبازی‌های خاص خودشو داره. یه محله جدیدم حالا که داریم میریم اون سمتی تو راه بهتون نشون میدم که شاید کسایی که خودشون این بازی انجام نمیدن ندیده باشن تا حالا. اونم همین محله است دقیقاً. ببینید چه خبره اینجا، چه خونه‌هایی داره. فکر کنم بهترین محله این بازی یا ابوالفضل داشتیم می‌رفتیم تو در و دیوار، ولی خدا رو شکر جمع شد. بهترین محله‌ای که تو این بازی هست اینجاست. تبلیغ بازی اینترنت کافه هم اینجا هست. گیم پلی‌های یادی بچه‌ها ازش گذاشتم توی کانالم. اگه جدید اومدید توی این کانالو ندیدید اون بازیو، حتما برید گیم پلی‌هاشو تماشا کنید. خیلی بازی باحالیه و ادامه خواهد داشت. خیلی پارت‌های زیادی در آینده هم می‌خوام ازش بذارم. خب یه چیز دیگه هم اینجا هست که فکر کنم فقط یه دونه پمپ بنزینه. البته یه علامت دیگه هم بغلش هست که نمیدونم چیه. مثلا که این سطل آشغال است. بذار تا اینجا اومدیم هم بنزین ماشینو پر کنم، هم توی سطل آشغال یه چیز باحال بهتون نشون بدم. ببینید این بازی به کجا فکر کرده، اصلا باورتون نمیشه. البته واسه اونایی که خودشون بازی نمیکنن دیگه، اونایی که بازی میکنن قطعا خودشون میدونن. همینجا ماشینو پارک میکنم که هم بنزین بزنم هم اونو نشونتون بدم دیگه. دستی هم بکشیم که ماشین گرون قیمتمون نره بیفته پایین یه جایی. نمیدونم چرا این ماشینه رو که میخوای ازش پیاده شی و سوارش بشی صفحه سیاه میشه. اون ماشین قبلی اصلا اینجوری نبود. چند تا چیز باحال کنار هم اینجا، هم آبرمانک داره، هم پمپ بنزین داره، هم سطل آشغال. دمش گرم، جای پربرکتی. خب در این سطل آشغال رو که باز میکنی میتونی اینا رو اسکرچ کنی، البته اسکرچش با کیبورده. میتونی بری بالا پایین ببینی چیز به درد بخوری توش پیدا میشه یا نه. یه آشغالایی مثل این سبده بعضی موقعا توی سطل آشغال هست، میتونی ببری بفروشی به اون یارو که آشغال میخره. آشغال که البته بنده خدا نمیخره، چیزای کار کرده میخره دیگه. حالا ما یه دونه سبد اینجا برداشتیم، فکر کنم 2-3 دلار بده بهمون. خب بریم ادامه مسیر رو با هم دیگه ببینیم به کجا میرسیم و میتونه اون اتفاقی که من دنبالشم بیفته یا نه.
میگم دوباره نقشه رو باز میکنم و همین خیابون رو مستقیم میریم دیگه، همینو تا جایی که جا داشته باشه میریم جلو ببینیم چه خبره و چه چیزایی توش قایم شده. یکی از بچه‌ها هم توی کامنت ها میگفتش که بازی چند تا جای مخفی داره، ولی اینو به جرئت میتونم بهتون بگم که نداره، اصلا نیستم چنین چیزی، چون من تمام نقشه رو گشتم با پای پیاده، با ماشین، با موتور، با شتر، با هر چی که بگین اومدم رفتم همه جا رو گشتم ولی هیچی ندیدم. حالا باز نمیدونم، ممکنه یه جای خیلی خاصی باشه که من هنوز ندیده باشم بهش، ولی تا جایی که میشد من همه جا رو گشتم هیچی نبود. خب اینجا خیابونمون تموم شد، حتی ادامه مسیر دیگه تو نقشه هم نیست، یعنی فوق العاده جای پرت و پلایی داریم میریم. امیدوارم که مسیر رو فقط درست اومده باشم، این همه راه رو الکی نیومده باشیم، که نه دقیقاً همینجاست. تو کامنت ها بنویسید ببینم کسی یادش هست اینجا کجا بود یا نه. حالا من یه چیز جالبو میخوام اینجا تست بکنم ببینم میتونیم یه باگ از بازی بگیریم یا نه، بازی به اینجا هم فکر کرده. این خونه رو کی یادشه؟ این خونه دقیقاً همون خونه ایه که اول بازی ازش شروع کردیم اصلا گیمو، ولی من اومدم دوباره پیداش کردم و یه چند تا وسیله هم توش جا گذاشته بودم که ور نداشته بودم هنوز، اومدم بردمشون. یه دونه کیس بود نمیدونم با چند تا چیز دیگه. خب ولی وسیله ای که بشه از اینجا ورداشت دیگه نیست، تمام این وسایل باید تو همین خونه بمونه، هیچ کدومشون رو دیگه نمیتونیم برداریم، که اگه میتونستیم برداریم شاید خیلی هاشون به دردمون میخورد. مثلا این تخته الان از تخت خودم بهتره. یکی از بچه‌هام هی تو کامنت ها مینویسه آقا برو تو رو قرآن تخت بخر، تخته خیلی داغونه. حتما تو این پارت تختم میخرم، میخوام چند تا وسیله باحالم واسه خونه بگیرم. حتما تا آخر این پارت رو تماشا کنید، اتفاقای خیلی باحالی قراره توش بیفته. حالا چیزی که من میخواستم اینجا تست کنم اینه که ببینم ماینرامو اینجا میتونم بزنم به دیوار. امیدوارم که بازی به این فقط فکر نکرده باشه، اجازه بده من کارامو بکنم. بله ماینرم میشه اینجا زد به دیوار. ببین چی پیدا کردم پسر، عالی، دیگه کلی جا داریم برای ماینر. البته فکر کنم مثلا اینکه ماینر اون موقع چرخیده بود سبز داشت نشون میداد، نمیشه مثلا اینکه رنگ شدی خوشحال شده بودم و بذار بچرخونمش ببینم هیچ راهی نداره یه جوری بچسبونی اینو اینجا به دیوار. اجاره بهت میدم اصلا، یه جوری با هم کنار میایم یه کاریش میکنیم. حالا اینو بچسبون تو رو خدا اینجا به دیوار، من جا ندارم واسه ماینه را. اه لعنتی، این همه راه من بلند شدم اومدم اینجا که نشه آخرش. بذار بالا رو هم تست بکنیم ببینیم، بالا هم نمیشد، این چرخیده بود اینوری بود، فکر کردم سبز میشه وصلش کرد، رو سقف اینجا نمیشه. یه کاری بکن دیگه، این خونه یعنی به هیچ دردی نمیخوره. به تنها دردی که ممکنه بخوره اینه که بیام آتشخال فقط بندازم توش دیگه، سری از وسیله اضافه و اینا رو بیارم پرت کنم اینجا. هیچ جای مخفی تو بازی نبود، همش همین جاییه که میشه دید تو نقشه و میتونیم یه کاری باهاشون انجام بدیم. خب بعد دست از پا دراستر برگردیم بریم خونمون. هیچ غلطی نشد اینجا بکنی، واقعا مفت نمیارزید. بذار خونم هم مارک بکنم تو نقشه که اشتباه دوره نریم جای دیگه. بکش بالا این تنل لشو تو رو خدا، لعنتی نمیره. یه دنده عقب میگیریم، فکر کنم از پشت بخورم به خونه، به هیچ جا هم نخورد. ماینرم خوب شد برگشتم. وایسا لعنتی، ماینرم افتاده اینجا، چه صافت. ماینر رو می‌خواستی بپیچونی بندازش اینجا، قشنگ بذار تو کیفت، زیپش هم بکش. اتفاقای عجیب غریبی میفته، خیلی توجه نکنید به باگا این بازی. اگه بخواید خیلی درگیر باگا بشید اصلا بازی بهتون حال نمیده، چون پر از باگ بازی این شرکت. همین بازی، هم بازی اینترنت کافه، هم بازی بوردر آفیسر. تو بازی بوردر آفیسر اونم گیم پلی زیادی ازش گذاشتم، بچه‌ها این ندیدید حتما برید تماشا کنید، یه پلی لیست کامل از اون بازی هم دارم. اینم فکر کنم اون یکی خونه آشغال است که مفت نمیارزید، اینم اصلا به درد نمیخورد. باحال‌ترین خونه‌ش هم حالا بهتون نشون میدم، ان شاءالله به زودی نقل مکان میکنیم میریم تو اون یکی خونه دیگه. این خونه ای هم که الان توش هستم البته بدی نیست، ولی خب اون خونه خیلی خفن تره دیگه، یه خونه ویلایی دوبلکس با کلی امکانات. همسایه هم کم داریم دور و برش، قشنگ میتونیم راحت سر و صدا کنیم، هر شب میخوام پارتی بگیرم اونجا. خب مجبور شدیم دوباره برگردیم خونمون، هیچ کاری اونجا نتونستیم انجام بدیم، باید ببرم ماینرارم بچسبونم دوباره سر جاش. کاش تو بالا بودم استریممو باز میکردم که اون اسکیلمونم پر بشه دیگه، 3 تا کران دیگه الان لازم دارم برای اینکه بتونم ماینرای بیشتری بخرم دیگه. امیدوارم که توی این پارت یه دونهشو حداقل بتونیم بگیریم. خب این صدای ماینرا خیلی داره منو اذیت میکنه، میخوام همشونو ببرم یه جا بزنم دیگه، احتمالاً این حرکتو توش دیگه ریکورد نکنم، خودم مثلا قبل از اینکه پارت بعدیو بگیرم برم این کارو انجام بدم که دیگه خیلی وقت شما
شما تلف نشه. 67 62 هم اشتباه زدم، دارم میگم 67 62 بعد میذارم 62 67 62 67 هم کد ماینرامونه، میتونیم ماینرامونو باهاش روشن کنیم، اون یکی هم بزنم به دیوار که همه چی برگرده به حالت اولش. اصلا انگار ما اینجا جایی نرفتیم، به کسی هم نگید که اصلا چه اتفاقی افتاد. این ماینرم اوکی میکنم و بریم سراغ سیستم خفنمون دیگه. بذار کیفم هم خالی کنم. من نمیدونم آتشخالامو کجا میریختم. من یه سری آشخال پاشخال جمع کرده بودم، ریخته بودم همشو اینجا تو راپله، رفته مثل اینکه همش. حیف شد، کاش میآوردمشون تو خونه. کلی چیز میز من ریخته بودم این گوشه، یا دوز اومده برده یا باگ بازی بوده، چیز خاصی نیست دیگه. ما عادت کردیم به این داستانا دیگه، از این سبدا هم نمیگذرم، همه رو میارم جمع میکنم تو خونه. خب یه دونه پاور ساپلای اضافه هم اینجا دارم که امیدوارم یه جا به دردمون بخوره، چون فعلا که هیچ استفاده ای نداره، بعید میدونم از برقش بشه استفاده کرد. این تخترم از اینجا ورش میدارم، یه دونه تخت در اسرع وقت بخریم حتما. بذارینم تو کیفم چه آتشخاله‌ای هست، اینو میذارمش این طرف، انرژی من فول بکنم که وسط استریم دوباره داستاندار نشیم. یه دونه غذای خوب مونده، اینو وسط نگه داشته بودم سورپرایزت کنم یه دفعه. اینم بخور، دستشویی و حمومم برو که دیگه کار اضافه‌ای نداشته باشی دیگه. هی نخوای بلنشی از پای سیستم لعنتی، تو پدر ما رو درآوردی. من اینقدر به خودم نمیرسم که به تو دارم میرسم تو این بازی. خب سیستمم امیدوارم تا الان اومده باشه بالا بعد دو ساعت. این میکروفونرم بعد اینجا ورش دارم جابجاش کنم. خب استریمو باز میکنیم با کد 8265، قطعا همتون میدونید دیگه. وبکمو آن میکنم، استریم سیو بشه. یادتون باشه حتما تو یوتیوب آپلود کنم با کیفیت 1080 و 60 FPS، بیت ریت 7100. چرا آها وبکم هم نیست، چرا نیست وبکم هم الان اصلا؟ آها استارت نزدم هنوز. بیت ریت هم میذاریم روی 8000. جاست چتینگ نه، امروز یه ذره بازی میکنیم با هم دیگه. و استارت استریم. این جای وبکم هم یادم رفت درست کنم، خیلی زایه است با شورت نشستم اینجا پا استریم. خب بریم ببینیم ماینرها چیکار کردن تو این چند وقتی که نبودیم. یه هفته تقریبا تو بازی نبودیم، بعد اتفاقای جالبی افتاده باشه اینجا. 4400 تا بیت کوین، بابا چیکار داری میکنی تو پسر؟ عالیه. الان نگاه کن ببین، 7915 دلار پول دارم. احتمالاً تصویرش زیر وبکم نمیبینید، شاید هم جابجا کردم، حالا ببینید. سل آلو که بزنم میشه 20142، یعنی پول یه ماشین لوکس دیگه هم همین الان ما درآوردیم. خب این از این قسمت که واقعا خوشحالم کرد، خیلی خبر خوبی بود دیدم این همه بیت کوین ماین شده. پول یوتیوب هم 100 دلار حالا سگ خورد دیگه، میگیریم اینا. ویدیو جدیدم هر چی داشته باشم آپلود میکنم فعلا، الکی الکی همینجوری من ویدیو ریکورد نمیکنم که، ویدیو دارم ریکورد میکنم آپلود کنم تو یوتیوب، از یوتیوب پول در بیارم. مسخره بازی نیست که من این همه دارم وقت میذارم الکی الکی. چه دونیتی میکنن بچه‌ها، دمشون گرم. چقدر بچه‌ها اکتیون واقعا، نگاه کن یاد بگیریم. ببینید چجوری دارن لایک میکنن، کامنت میذارن، نظرشون رو توی کامنت های بهم میگن. ببینید چه چتی را افتاده این بغل، چقدر آدم داره با هم دیگه صحبت میکنه. شما هم یه ذره حمایت کنید دیگه ویدیو رو، حتما لایکش بکنید، نظرتون رو راجبش تو کامنت ها برام بنویسید. اگه پیشنهادی دارید بگید، بگید چه حرکتایی بزنیم که مثلا بازی باحال‌تر بشه، هر چی، خلاصه هر چی که به ذهنتون میرسه تو کامنت ها برام بنویسید. تمام کامنتاتون رو میخونم و همه‌شون رو جواب میدم، این خیلی مسئله مهمتریه. خب یه حرکت جالب دیگه که من عاشقشم واقعا تو این بازی، این اسکرچ است. کلی تا حالا پول بردم از تو این اسکرچ. اینا رو همه رو میتراشم، امیدوارم اولیش 5K باشه که نیست، فکر کنم 20 دلاری باید باشه چیزی که اینجا دارم میبینم. آره یه بار دیگه تست میکنیم، هیچی نبود توش، پوچ بود. یه بار دیگه چه اتفاقی میفته، اینم هیچی نبود. یکی دیگه، اینو یه چیز درست حسابی بده دیگه، لطفا مزاحم من نشید. 50 دلار، اینو نگاه بچه شدی داداش. یکی دیگه، یه چیزی بده دیگه، داره تمام میشه شانسام همش. لعنتی بده چیزی، 5K 500 دلار حداقل، 5 دلار یه چیزی بدید. این چیه؟ فکر کنم اینم 100 دلاریه، مفت نمیارزه، فقط ضرر کردم. 5K 5K، وای دو تا در اومده بود و اینم 5 میدادی دیگه، لعنتی. بابا برید گم شید تو رو خدا، هی اینا رو باز نکن جلو چشم من. یه تست دیگه میکنیم، هیچی توش نبود، فکر کنم آخریشه، که آخریش قبلی بود، اینم دیگه آخریش نیست. خب چند تا کار دیگه باید اینجا حتما الان من انجام بدم. بریم تو
استریم لب با کد 8265 تازه تبلیغم میتونم بذارم تو استریم ها من هی یادم میره، یعنی دیگه به این خورده پولا اصلا اهمیتی نمیدم، من واسه مهم نیست. ببینم چقدر بچه ها دونیت کردن، بچه ها هم خوب دارن دونیت میکنن. 1573 دلار دونیت، بابا دمتون گرم، چقدر شما خفنید. من صبح تا شب اینجا میشینم پای سیستم فقط برای شما استریم میکنم دیگه، چی کار دارید میکنید شما؟ من میلیاردر میشم به زودی، این قولو بهتون میدم که تا پارت 20 یا 25 من میلیاردر این بازیم، پولدارترین آدمیم که این بازیو داره انجام میده. این کاراکتر میشه ثروتمندترین کاراکتر بازی استریم لایف، قول میدم بهتون. ببینید کی گفتم، این پارت 15ام دیگه. خب این کارم که انجام دادیم دیگه چیکار خواستم بکنم؟ آها، غذامون هم داره تمام میشه، چند تا غذا هم بریم سفارش بدیم، یه دونه از این یه دونه از این، چون خیلی آدم باحالی شدی دیگه و پولدار، دونات هم برات میخرم، حال کن دیگه، خیلی سلامتیت مهم نیست، اگه مشکلی هم برات پیش بیاد میبرم به دکتر، اوکی اوکی میشه، اصلا نگران هیچی نباش. خب غذا رو که سفارش دادم، غذای گربه هم که به اندازه کافی دارم فکر کنم، اینا رو پرداخت میکنیم و میریم سراغ وسایل خونه، چند تا چیز باحال بخریم. خدا رو شکر پولم داریم فعلا، دست و بالمون بازه واسه خرید خونه. از چی شروع کنیم؟ از پذیرایی میخوام شروع کنم. این اتاق نسبتا اوکی فعلا، چیز خاصی واسش نمیخوام. بریم توی قسمت پذیرایی و حال و اینا. ایر کاندیشنرم که دارم واسش دکور، عروسک مروسک بازی، بچه بازی فعلا، پوستر و پیکچرم نمیخوام فعلا، اول اساسشو میخوام بچینم. استندم که واسه اتاق تخت. داداش تو که هی میگفتی بیا تخت بخر، بیا کدوم تختو میخوای بخرم الان؟ خفن ترین تختشو میخرم که حال کنی دیگه، هیچ وقت دیگه نگین چه تخت زایه‌ایه میخوابی روش. تو فکر کنم بالترینش همین 1400 دلاری است، یا این یکی، این بالشاش قرمز خیلی من خوشم نمیاد. دو نفره هم هست، این بنده خدا که تنهاست، اصلا اینجا کسی رو نداره تخت دو نفره بگیریم، ولی احتمالاً تخت دو نفره میگیرم. به نظر شما کدوم تخت بالتره؟ اینم توی کامنت ها برام بنویسید. البته من که الان تختو میخرم، ولی ببینم نظر شما چی بود دیگه. من به نظرم همین تخت اولیه، نه این تخت بهتره، این مشکی پتوش خوشگلتره، ولی در کل به نظر من این بهتره. این تخته رو میخریم، بریم ببینیم دیگه چی هست. یه دونه شومینه میخوام بذارم تو پذیرایی، یه دیزاین خوشگل دورش را بندازم. این شومینه 3400 دلاری هم میخرم، یخچالم که دارم، شلفم بدی نیست یه دونه تو پذیرایی داشته باشیم، فکر کنم به رخ پذیراییمون کمک بزرگی بکنه. البته هیچ کاری متاسفانه نمیشه توش کرد، اصلا هیچ وسیله ای نمیشه توش گذاشت، ولی همجوری دکوری یه چیزی میذاریم دیگه. آقا گرونترینش چیه؟ گرونترین شلفی که داری چیه؟ البته به درد نمیخوره. اه گربم اومده، آخه گربه اومده، الان میام بهت غذا میدم، الان میام هر چی دلت بخواد بهت میدم، اصلا نگران نباش. این خوشگله 999 دلار، اینم میگیریمش. میریم سراغ اصل داستان، کاناپه. یه کاناپه فوق‌العاده زیبا و شیک میخوام و راحت. من رو راحتی کاناپه ها خیلی حساسم. این به نظرم باحاله، نمیدونم قهوه‌ای یا زرشکی، اگه قهوه‌ای باشه به نظرم بهتره. بذار قشنگ ببینیم همه رو چیا داره که بهترینش رو انتخاب کنیم دیگه. این تکیه رو که میخرم خوشم میاد از این، به نظرم باحاله، ولی این فکر کنم به این ستی که میخوام نمیاد زیاد. حالا میگیره بهشون ببینیم چی میشه دیگه. از اینم خوشم میاد، 1100 دلارم مفت، نوش جون سازندش واقعا، من که راضی ام 1100 دلار بدم اینو بخرم. البته پذیراییم هم نسبتا بزرگه، فکر کنم با یه دست مبل کامل نشه، اصلا باید بیشتر بگیرم، شاید دو تا از اینا لازم بشه حتی، ولی ترجیح میدم که یکیشو به شکل دیگه بگیرم، ولی یه جوری هم باشه که به هم بیان. اینم باحاله، خوشم میاد ازش، اینم میگیرم، بفرستنش فعلا، اینم میگیرم. سه تا کاناپه گرفتم فعلا، خدا کنه پولم فقط تمام نشه. دستشویی که دارم، فنم لازم نداره اونجا، یه دونه ماشین لباسشویی هم واسه این خونه باید بگیرم، یا میتونم برم اون یکی ماشین لباسشویی رو از اون خونه قبلی بردارم، چه اصلا استفاده نمیکنم ازش، ولی حالا برای همین خونه یه دونه میخریم دیگه. این 700 دلاری هم میخریم برای اینجا. پنکه رو از قیافش من همیشه خوشم میومده، دوست داشتم پنکه داشته باشم تو خونم. یه دونه پنکه 250 دلاری، این فکر کنم پایه بلنده، به نظر پایه این بلند میاد، اینا پایه‌اش کوتاهه، حالا نمیدونم دقیقاً چه شکلیه، ولی اینم یه دونه میخرم. و از همه مهمتر نورپردازی خونه، خیلی مسئله مهمیه، البته آپشن زیادی خیلی نداری. 4 تا از اینا میخرم، اینا فکر کنم دیواری بود، امیدوارم که درست انتخاب کرده باشم، رو میزی نباشه. 2 تا هم از اینا، بریم اینا رو حساب کنیم واسمون بفرستم، ببینیم چقدر پیاده شدیم. 10000 دلار پیاده شدم من اینجا. این راننده وانتشون هم لعنتی خیلی پول میگیره، همیشه با من گرون حساب میکرد. اون موقع که من دستم تنگ بود و میدونست که من لنگ پولم،
هم به من گرون میداد. الان که حالا ذره فهمیده من پولدار شدم که دیگه هیچی. باز با اینکه نیازی زیاد به پول ندارم، بعدم نمیاد بانکم خالی کنیم دوباره بذار وام 4000 دلاری دیگه هم از اینا بگیرم. کی به کیه؟ کی میخواد پس بده اصلا بهشون؟ خب خریدامونو که کردیم، بذار برم غذا رو بردارم از اونجا. یه ذره غذا به این بچه گربه بیچاره هم بدیم. نمیره این. واقعا این بمیره ناراحت میشم. این همه سگ کشتم ناراحت نشدم، ولی این بمیره خیلی ناراحت میشم واقعا. باید برم یه سری خرت و پرت هم بفروشم به اون یارو. آتشخالام دیگه خیلی داره زیاد میشه. اینا رو هم بذاریم توی یخچال همه رو. تختم میخوام بذارم توی یخچال خنک بمونه. شب که میخوایم بخوابیم جامو خنک باشه قشنگ. دیدی چقدر حال میده وقتی میخوای بخوابی تختت خنکه؟ خب گربه جان کجایی؟ بیا ببینم غذای اوکیه این بهت بدم. نمیری اگه اینو بخوری. بیا اینجا ببینم. آره اینو که خورد چیزیش نشد فعلا خدا رو شکر. بذار تا داره غذا رو میخوره همه رو بچپونم تو حلقش دیگه. اینم بخور. یه دونه دیگه هم مونده. بیا اینم بهت بدم دیگه. ساکت شو دیگه. فقط بس دیگه. تو هم من بیشتر داری غذا میخوری با این هیکله. فعلا همه چی اوکیه. یه دونه غذا مونده اینجا فقط. اینم بذار بخوریم دیگه. ولش کن. ارزش یخچال گذاشتن نداشت. فعلا تختم هم هنوز نیومده. مجبورم تخت رو بذارم سر جاش دیگه. داداش ببخشید، میدونم این تخت خیلی بدت میاد، ولی مجبورم دیگه. الان جایی نمی تونم بخوابم. اینو فعلا بذاریم اینجا، بخوابیم بیدار شیم تا وسایلمون برسه دستمون. راستی یکی از بچه‌هام توی کامنت ها پرسیده بود، گفته بود من میخوابم بیدار میشم بازی گیر میکنه واسم و اصلا سیو نمیشه. ببین اسکیپ رو بزن، بیا توی کوالیتی. واسه من الان روی وری های، حالا منم روی اولترا نذاشتم چون بعضی موقع های مشکلای پیش میاد، بازی باگ زیاد داره. تو بذارش روی وری لو واسه درست میشه حتما، چون این اتفاق من تو سیستم قبلیم زیاد واسم میافتاد. وقتی این کارو کردم درست شد. تو هم حتما این کارو کنی اوکی میشه. خب بریم وسایل عزیزمونو برداریم بیاریم توی خونه ببینیم چیا خریدیم. حالا امیدوارم همونایی که خریدم و فرستاده باشه فقط. آتو آشغال برام نفرستاده باشه. اوه این چیه؟ تختو ببین. به به چه حالی بده این تخته. این چیه؟ یه تیکه مبل فوق‌العاده زیبا. این چراغ رومیزی بود دیگه. دیدی آخرش رفت تو پاچمون این همه چراغ. 4 تا چراغ بیخود خریدم. البته اینا رو یه فکر خوب واسه شون دارم. اینا رو اینجوری میذارم گوشه‌های خونه رو زمین. اینجوری هم فکر کنم خوشگل بشه، باحال میشه نور پردازیش. خب این تیشرترم باید دیگه اینجا بردارم ببرم بندازم یه جای دیگه. میخوایم بچینیم خونه رو. اینو فعلا میندازمش تو این اتاقه. در اینجا رو هم ببندم صدا این لعنتی ها نیاد بیرون. لعنتی که میگم البته بر نخوره بهشون. من هر چی الان دارم از اینا دارم، هر چی دارم میخرم و با پولی که از اینا دارم در میارم دارم میخرم. خب این یکی هم میذاریم این گوشه. اتفاقا باحال میشه این شکلی، خوشم اومد. فکر نمیکردم اینجوری در بیاد. این چیه دیگه؟ این بزرگی، این شومینه است. به به اینجا رو ببین چی اومده. خب اینو فعلا میندازمش همینجا تا یه دکور باحال بیاد تو ذهنم، ببینم چی جوری وسایلو بچینم، بعد شومینه رو میچسبونمش یه جا. بچه‌ها مرسی که این ویدیو رو هم تماشا کردید. امیدوارم که از این گیم پلی هم خوشتون اومده باشه. اگه دوست داشتین که این بازی رو ادامه بدم و بازم ازش واسهتون گیم پلی بذارم، لایک و کامنت رو بتره کنید زیر این ویدیو دیگه. میدونم که خیلی با این بازی حال میکنید، خودم هم دقیقاً همین جوری هم، ولی حال کردنتون رو نشون بدید با حمایت ویدیو. اگه هم جدیداً وارد کانال شدید و دوست دارید که کانال رو سابسکرایب داشته باشید، حتما اول یه دونه کامنت انگلیسی بذارید. اگه تونستید پروفایلتون هم اکسپورت کنید که یوتیوب شما رو ربات نشناسه و سابتون رو نپرونه. خیلی مراقب خودتون باشید. خدا حافظ.